مجددا این هرگزها رو عرض میکنم، این هرگزها رو به خاطر بسپاریم و در فایل و آرشیو ذهنمون نگه داریم. خیلی سریع میگم، این هرگزها رو من باهاشون زندگی کردم. اولین و بزرگترین هرگزی که من در زندگی یاد گرفتم این بود: هرگز در موقعیتی که خود در آن نبوده ای، هرگز در موقعیتی که خود در آن نبوده ای کسی را قضاوت نکن. هرگز در موقعیتی که خود در آن نبوده ای کسی را قضاوت نکن. هرگز در موقعیتی که خود در آن نبوده ای کسی را قضاوت نکن. هرگز تحت کنترل و تأثیر این سه چیز قرار نگیر: گذشته، پول و مردم. هرگز سه چیز را فدای هیچ چیز نکن: احساست را، صداقتت را و خانواده ات را. هرگز برای خالی کردن خودت دیگری را لبریز نکن. هرگز هیچ حادثه اداری یا سازمانی را در آن اداری یا سازمان برای کسی تحلیل نکن. هرگز بدون اطلاع قبلی به خانه یا محل کار کسی نرو. هرگز از رودخانه ای که خشک شده به خاطر گذشته اش سپاسگزاری نمی شود. هرگز برای سنجش عمق یک رودخانه با هر دو پا وارد آن نشو. هرگز برای سنجش عمق یک جریان اقتصادی یا یک جریان فرهنگی یا یک جریان سیاسی با هر دو پا وارد آن نشو. هرگز در یک زمان دنبال دو خرگوش ندو. هرگز برای کودکان اسباب بازی جنگی هدیه نبر. هرگز در حضور نفر سوم کسی را نصیحت نکن. هرگز در مورد همسر کسی، چه مثبت چه منفی، اظهار نظر نکن. هرگز تا پایان انجام کاری از موفقیت در مورد آن با هیچ کس صحبت نکن. هرگز دریای آرام از کسی ناخدای قهرمان نمی سازد. هرگز نگذار، این جمله از بزرگ روانشناس عالم مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام، هرگز نگذار آگاهی از عیب‌هایت تو را بترساند. هرگز نگذار آگاهی از عیب‌هایت تو را بترساند. هرگز با انسان وقیح و بی‌حیا بحث و جدل نکن، چون او چیزی برای از دست دادن ندارد، فقط تو را ضایع می کند. هرگز فرصت کم را با سرعت زیاد جبران نکن. هرگز با مشت گره کرده نمی توان به کسی دست داد. هرگز با انگشت کثیف به عیوب دیگران اشاره نکن. تا مادامی که انگشت خود تو آلوده است نمی توانی با آن به عیوب دیگران اشاره کنی. هرگز سه نفر را در زندگی فراموش نکن: کسی که در سختی ها رهایت کرد، کسی که در سختی ها یاریت کرد و کسی که در سختی ها گرفتارترت کرد. هرگز از کسی بت نساز، زیرا کوچکترین اشتباه او بزرگترین آسیب را به دیواره های باور تو می زند. هرگز
به فرزندت نگو من به سن تو چنین بودم چنان بودم، چنین کردم چنان کردم، چون تو از شرایط کنونی او آگاه نیستی. هرگز آقای مرد، هرگز آقای مرد زن را با کسی جز خودش مقایسه نکن. هرگز آقای مرد زن را با کسی جز خودش مقایسه نکن. هرگز خانم زن مرد را مستقیما نصیحت نکن. هرگز خانم زن مرد را مستقیما نصیحت نکن. هرگز نگرانی امروز مشکل فردای تو را حل نمی کند، فقط شادی امروزت را از بین میبرد. هرگز به دختری که دو بار قاطعانه به تو پاسخ رد داده امید ازدواج موفق نداشته باش. هرگز به پسری که میگوید فعلا با هم باشیم تا ببینیم بعدن چه میشود امید ازدواج موفق نداشته باش. هرگز به پسری که میگوید مادرم با تو مخالفه امید ازدواج موفق نداشته باش. هرگز، اینو خیلی به خاطر بسپرین، هرگز با جعب ابزار دین خودت نمیتوانی انسان دیگری را از دین دیگری متقاعد کنی مگر با جعب ابزار دین خودش، مگر با جعب ابزار دین خودش. هرگز، این جمله از بزرگ روانشناس عالم مولا علی ابن ابی طالب، هرگز زندگی دشمن تو نیست اما طرز تفکر تو میتواند دشمنت باشد. طرز تفکر تو میتواند دشمنت باشد. هرگز از جلو به یک گاو، از عقب به یک خر و از هیچ سمتی به احمق نزدیک نشو. نادان رو از هر طرف بخونید نادانه،